در اقتصاد کشور اگر ما اقتصاد رو به یک بدن تشبیه کنیم، بدن انسان تشبیه بکنیم، سیستم دفاعی و امنیت بخش اقتصاد عبارت از تولیده. یعنی اون چیزی که میتوانه ویروس‌های مهاجم و میکروب‌های مهاجم به اقتصاد رو خونسا بکنه و اقتصاد رو سالم نگه داره تولید در کشور. اگر ما تولید خوب و مناسب و شایسته و روبه رشد همواره در کشور داشته باشیم، ویروس هایی که طبیعتاً وجود دارن، که ما البته اقتصادمون متاسفانه دچار میکروب ها و ویروس های طبیعی متعددی است، ویروس های دستساز هم هستن، مثل تحریم، مثل همین مسئله قیمت نفت، اینها حوادثی هستن که به اقتصاد ضربه میزنن. اگر چنانچه ما یه تولید خوب داشته باشیم، در مقابل این ویروس ها میتوانیم مقاومت بکنیم. دیدم شکایت میکنن دوستانی از بعضی از مسبباتی که نظرات کارگر در اونها ملاحظه نشده. خیلی خوب، این مقررات حتما با نگاه عادلانه بایستی تنظیم بشه و مسئولین بنگاه ها هم به این نکته توجه بکنن. مشاهده کردید در همین قضیه کرونا خوشبختانه دولت حمایت کرد از مردم، یعنی میدان رو باز کردن. اگر دولت میگفتش که هر کس میخواد از این ماسک مثلا تولید کنه باید بیاد از ما اجازه بگیر، اگر این رو همین یک کار کوچیک رو اگر انجام میدادن، این کافی بود برای اینکه ماسک در کشور تولید نشه. میدان رو باز کردن، گفتن هر کس میتونه ماسک تولید کنه تولید کنه. دستگاه ها تولید کردن، کارخانه ها تولید کردن، ستاد اجرایی تولید کرد، بنیاد مستضعفان تولید کرد، تو خانه ها مردم تولید کردن، تو مساجد تولید کردن. جوری شده که ما الان ماسک زیادتر از اندازه نیاز در کشور داریم، میتوانیم به دیگران بدیم. یه عده دائم دارن مثل زمزمه های خطرناک و مضر به گوش مردم میخونن که فایده ای نداره، نمیتونیم، امکان نداره، در حالی که امکان داره. ما خیلی کارهای بزرگ رو میتوانیم انجام بدیم. ما ببینید وقتی میتوانیم، من این رو میخوام عرض بکنم، ما وقتی میتوانیم یک ماهواره بر با این کیفیت درست کنیم که بتوانه با این سرعت، یعنی 7500 متر بر ثانیه این ماهواره بر حرکت بکنه، این در یک ثانیه 7.5 کیلومتر، وقتی این کار رو میتوانیم انجام بدیم و ماهواره خودمون رو در مدار مورد نظرمون قرار بدیم، پس باید بتوانیم خیلی از کارهای دیگر رو هم انجام بدیم. اون کسی که امروز این ماهواره بر رو تولید میکنه و این ماهواره رو به فضا میرسونه، همین آدم، همین نیت، همین دست خواهد توانست چند سباه دیگر همین ماهواره رو به مدار 36000 کیلومتری برسونه که مورد نظر ما اونه. ما میخواهیم ماهواره به مدار 36000 کیلومتری. این قطعا خواهد شد، این قطعا امکانش وجود داره. یعنی همین نیتی، همتی، دستی که امروز به فاصله مثلا فرض کن که 400 کیلومتری یا 450 کیلومتری میرسانه، همین همت خواهد توانست فردا به 36000 کیلومتر هم برسونه. یعنی وقتی امید بود، وقتی احساس پیشرفت بود، وقتی احساس توانایی بود، این پیش میاد. من عرضم اینه. حالا بعضیا میگن که مثلا فرض کنید که این شما احساس اظهار خوشبختی میکنید که ماهواره پرتاب کردید، این موجب این نیست، ماهواره و نمیدونم سلاح و اینها نمیتوانه کشور رو امنیت بده و این عمده مسائل اقتصادی. خب این کارا رو، این حرفا رو میدونیم ما، اینا رو بلدیم، نه اینکه اینو ندانیم. من حرفم اینه، من میگم وقتی که میتوانیم در بخش نظامی یا در بخش فرض کنید که پرتاب ماهواره فضایی یه چنین حرکت بزرگی رو انجام بدیم، چرا نتوانیم اتومبیلی
خودروی تولید کنیم که در 100 کیلومتر مثلا 5 لیتر بنزین لازم داشته باشه، همش متوقف بشیم در اتومبیلی که یا خودروی که مثلا فرض کنید که 12 لیتر یا 10 لیتر یا 8 لیتر مصرف میکنه. یعنی این توانایی وقتی در ما وجود دارد، این روحیه ابتکار وقتی در ما وجود داره، در همه بخش‌های کشور وجود خواهد داشت. تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا 6 ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست. نه، ما دانشمندان خوب ما، دانشمندان جوان ما، محققین کارآمد ما بنشینن رو مسئله واکسن همین ویروس کرونا و تولید واکسن های مختلف بشینن کار کنن، ای بسا که خیلی زودتر از اونها به واکسن دست پیدا کنن.